سلام خدمت دوستان عزیز، با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. این بار با خواهرجان میخواییم که آشک درست کنیم تا ببینیم که مورد پسند شما قرار میگیره یا نه. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. لایک و کامنت هایتان نرا و همچنان سابسکرایب کنید، چون که به حمایت شما نیاز داریم. تشکر از شما. امروز در خدمت شما هستیم با آشک. رفتیم تره گرفتیم. چه تره ای؟ اینو باید اینا رو پاک کنیم، تیله کنیم و بعد بریم سراغ مرحله بعدی. سبزی هم داره پاک میشه دیگه. دوستای عزیز، امروز آشک داریم، انشالله که بتانیم خوب در بیاریم. ایره تره افغانی پیدا کردیم بعد از مدت ها، اینجا گیر نمیه. ایره پاک کردیم، اینا ایره باید قیله کنیم قشنگ. باز انشالله که حالا شما دما بگین که شما قد چی آشک جور میکنین، در چی مدیل جور میکنین، از مرم ببینین، نظر بدین دیگه. من خودم همیشه با تره فرنگی که همینجا همین تره های لوک هستم قد از او جور میکنم. مزهش خوبه، بد نیست، حالا همگی راضی هستن، ولی تره خود ما دیگه یک تره دیگه و یک مزه دیگه داره دیگه. انشالله که خوشتان بیایه. خب ترای از ما خورد شده نالی را دمین یک کاس اگر میندازیم مبرین دعاو تر میکنیم. بعد در این وضعیت کرونا بهتره که یک ذره سرکه و نمک هم بزنیم، یک چند دقیقه بانیم که زد و خونی شوه. باز دست او کشی بول کنیم، باز بقیش ببینیم چی کار کنیم. برای آشک، برای قرمه رویشی ما همیشه یا گرجه سرخ کنم یا که گرجه را قد گوشت و قیمه یا چرخ کده. حالا امروز لپه میخوایم اضافه کنیم. بعد از این گوشت و قیمه میخوایم چند دانه بانجان رومی و پیاز. به اضافه از این ادویه‌جات که زردچوبه، فلفل، فلفل سیاه، پودر سیر و نمک. حالا پیاز رو زرد میکنیم اول. دیگه جدا داله میندازیم، داله جدا یک چند جوش میدین که امو قفه که میکنم از بین بره و طعمش عوض شد. خب اینجا برای خمیرش یک پاکت آرد داریم، یک کیلویی. ما پنج نفر هستیم، برای پنج نفر یک کیلو بسر خمیر آشد. همینطور که دوستای اونایی که میدانن که خواهی نایی نمیدانن، آرد، نمک و آب دیگه، هیچ چیز دیگه روغن و نندم های خمیر، خمیر ترش اضافه نکنید. خمیرش هم دمو اندازه سیفتی و نرمیشه چی کنید که راحت بتانین او رو باز گز بزنین و صاف کنید. اگه سیفت کنین خیلی به صاف کردن چه اذیت میکنه. البته ما با دیسک گز میزنیم، با ماشین کار نداریم.
گرجه ها و عدیه ها همه رو باید اضافه کنیم. گرجه ها و عدیه رو اضافه کنیم. خود درش رو بستم کنیم تا گرجه ها پخته شد آوش خوش کنیم. بعد از او قیمه رو اضافه کنیم و لپه رو. چی یک خمیری؟ از ما خوش میشه ما اینجا گندنه را نمک و روغن قطعی مونیم. نگه نمک شد زیاده، نمک ها اینجا فکرم شو میم. تره از من خیلی زیاده. روغن هم قطعی دوستم به نظر خودتان. خود زیره خیلی موش نمی کنیم، یواش یواش نگه چوچی می کنیم که گرد شده. اینجا گرجه از ما کربن آماده شده. این حالی گشت قیمه را اضافه مونیم. یک کمه بیاره دمه نزید. خوب شو میدیم که خوب گرچه. بعد از این لپه که اونجا همون دالی که داشتیم در چند جوش که خوب برم خاموش میکنیم. اویش رو میگیریم. ببین رویش قف داره. این قفش رو بگیریم بهتره. این را فقط اوش گرفتم دمینه قیمه نمیدازیم. بازه سرش اوما نمیدازم چون که گوشت خودش فعلا آب داره. میمانیم تا خوب سرخ شه. باز که خوب سرخ شد، در وقت که کاملا سرخ شد دیدیم آبش کم شد، دلتان یک نصف لیوان آب بریزیم. خوب دیگه هم مایی رو میمانیم تا پخته شه. خود میبریم که ادامه کارای آشگ انجام بدیم. میمادای سرخوت یا آینه قدما، میمادای سرخوت یا آینه قدما، حالا سایی بلگ بیت جم خوایی خوشنما. بس امی قص بس لنجنک و ده خدا اره ره ره نه 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 بابا نه بوبر نه بیار نه میدوم خیتو نه بوبر نه بیار نه میدوم خیتو چل خوروی چوچه با سرگلی آقای نگا چل خوروی چوچه با سرگلی آقای نگا نه میدوم خواهنال خمیرها را زوله مونیم. یک چند دقیقه میذاریم. بعد ما که از قدیست گز میزنیم، قدمزی آرد گز ما دیگه. یه هم که سفره مخصوص آرد مویه، یه هم سبزی ما دیگه. قالب مخصوص هم نداریم، ما یک دانه لیوان داریم. قدم دو همیشه آشکار قالب مونیم. دیگه ما هر کاری کنیم آخر بازم باید بریم سراغ مامان. مامان نیا کنید فیلم؟ نه دوستای عزیز نگاه که Na 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 na
شودی نو خرید وز کردی پر غجری دستانای دل کشی آمی قسم از مرسید مارا نکن نو امید اره ره 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 نا 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 باپا نا ببار نا بیار نا می شکای ما آماده شده دیگه فقط مانده که اینا را پرتیم منه دیک پخته شنه و میشه جان کنیم این هم از کرمشه جای شما خالی دیگه مدر خسته نباشی آخرین زوله دیگه دیگه آخرین زوله ای راش منم باز هم آش کنی؟ نه آش میتونی خوشکنم شد آها اگه مقدر پیاش میدن برایش دیگه دوی شما خواهی دیگه ما میپذیم باز نوشی جان میریم باز در خدمت شما هستیم عزیزا اینم اضافه خمیر آشک بودی مادر میخوای آش جار کنم آش خوشکنم اینجا دیگه واقعا مادر نشون داده باشه که چقدر حرفه ایه خیلی صحنه قشنگه ایم خیلی خوشمه آشکی که گذاشتیم پیش فقط نمک میدازیم برای که خمیرش نشاره بعد برای ماستش ما این ماست در خانه مادر جان هم شما یا میکنه یک کمک ترشتر از ماستای مغازه هم بعد یک مقدار شله برای آشک من از این چیز میگیرم کوارک میگه اینجا همه چکه خود ما میشه تقریبا در همه مغازه لیدل و الدی و همه جای داره روش نمیشه کوارک بعد نیست نیست تقریبا از این وزو رو گرد میکنم که یک ذره سیفتر بیام توی ماستش هم فقط من نمک میرزم بعد اینه یک ذره گشنیز و ریحان تازه یه یا که نعنای تازه اونم وقتی که آشک از توی او کشیدیم و در بشقاب ریختیم ماست اینا که روش ریختیم خورمش گرفتیم برای هم بوی خوبش هم طعمش خوب پرد کنن هم قشنگ کنن از او گشنیز و ریحان تازه سرش میندازیم باز شما دوستو میبینیم دوستای عزیز قرمه ما هم آماده شده این من هیچ هم سرش اضافه نکردم چون که آوکیش در سر آشک خوب نمیه دیگه داله با گوشت چرخ کرده و هم قیمه با یعنی چی بود؟ گرجه خب این حالی او از مو جوش کرده تویش نمک انداختیم در اندازه که خمیرا نشاره دیگه آشکا رو دانه دانه داخلش میندازیم ما دیگ ما کوچیکه چون جمعیت ما کم است دیگه بعد بعضی ها که هسته در دیگ منتو پخته میکنم من دیگ منتو هم دارم ولی او رقم میشه و پدر جانم خوش نداره چون میگه که خوش میشه سیفت میشه این مدلش بهتره این مدلش آشک در نظر از من خوشمزه بادم شما از شما اگه جور دیگه دوست داریم میکنیم هره
بعد این رقمیش زودم پخته میشه. اینال که این رنداخت چون خمیرهایش نازک هست، نهایتش 3 دقیقه که جوش بخوره پخته یم. ایش نگران هم نباشیم، نه دل درد میشیم، نه چیزی. بعضی ها شاد بگه که این خیلی زود بر کردی. خب نمی اندازه کافیه چون که راحت جوش بخوره. البته این آویش زیاده، خوب آردم نداره که آویش را سیف نکنم. من یک سمی را پردیم. اوکی. اینال یک 2 دقیقه. یک دقیقه سرش میمونه که خوب جوش بیم، بس سرش میگیره که آویش سر نکنم. اینا لی جوش آمد، ببینید جوش میخوره. سرش را اوسو میدونم که سر نره. من قدم صافی کشم و آویش را. این خوبه که راحت آویش مورد دیگه. ببینید آشکار یقید چیزا سازش قشنگ معلوم میشن. این دم یک 3 دقیقه بیشتر لازم در چیز مست جوشیدن. شما دوستای عزیزم نظر و پیشنهاد خود دما بدین که آشک از ما اینطوری خوب بود یا بعضی دوستا آشکایش میشاره، شاید به خاطر که آردش نمک نداشته باشه. آردش یک ذره نمکش تست کنین، انشاءالله که خمیرهایش نمیشاره. خب دمی اندازه کافیه. من یواش این رو در میارم. حالا بالاخره آشک دیگه از ده تاش شد یک تاش شارید، نگران نشین. خب آشکی گرفتیم داخل یک قوری کلان یا خورد فرق نمکنه، هر جو که دوست داریم. حالا ما همین یک دفعه که برکنم برای 2 نفر کافیه. البته وسیله شکمایشون داره. برای ما اینا دیگه تقریبا 1 نفریه. آره برای ما من خود آشک خورن. آشک آشکن بین آشک و منتو و بولانی. آشک حرف اول میزنه در خانه ما. ولی با تره افغانی بسیار بوی خوب میده و خوب و فکر کنم که دیگه از مزهش هم سیر نکنیم روز. بعد از سالها تره گیره بودیم. خب این از این در همین مقدار باز به اندازه که دیلتان میخواید از این ماست و چکه رویش میریزیم. بعد ما کلاگی ما ماست خوریم. میتونین در زیر قوری هم کمک ماست برسیم که نچسبه. البته نمیچسبه چون این ماست مقصف نیست داخلش مورد. ببین خب چه در قرمش رو خاموش نکنیم، فضلش کم است. یواش یواش جوش میکنم. باز از این سرش میریزیم دیگه. کمک روغنش هم بریزیم که کسایی که روغن خورستن از این سبزی تازه هم کمی سرش پاش بدیم. و این بسیار عالی. این پدر جان قرمه نمیخوره، دوست نداره. ما فقط درش سبزی میرزم که نوشی جان کنن. امیدوارم که شما دوستام جور کنید و خوشتان بیاید. این رقم واقعا خوشمزه. دیگه دوستای عزیز امیدوارم که خوشتان آمده باشه از ویدیو امروز ما. لایک و سابسکرایب هم یادتان نره تا ویدیوی بعد.